سلام و عرض ادب خدمت تمام شما خوبایی که با ما هستین. خیلی خوش هستم از اینکه شما را در برنامه با خود دارم و خوش آمدید میگم تمام شما را در برنامه پخت پزو. امروز هم ما میخواییم که یکی از غذای بسیار مزه‌دار را براتون آماده کنم. امروز خواستیم که مکرونی با پنیر براتون آماده بسازیم و در شروع میخواییم مواد لازم شد و تمام شما خوبایی که با ما هستین به معرفی بگیریم و مواد لازمی ما هم است. مکرونی یک پاکت، گشنیز مقدار لازم، سیر، مرچ تازه، بادنجان رومی به قدر ضرورت، مرچ دلمه رنگ دو عدد، زنجفیل به قدر ضرورت، پنیر ورقی یک بسته و نمک و مسالاتم به قدر ضرورت. و می‌گذاریم که آب که جوش آمد. دیگه که دوگاه ما مقدار روغن یکم بیشتر اضافه کردیم، می‌خوایم یک دو کفگیر روغن در آب مکرونی اضافه کنم، به خاطر که باز مکرونی وقت آبش صاف کنیم زودتر و خوبتر از یکی دیگه جدا میشه. اینه در آب مکرونی هم یکمک روغن اضافه کردم و همچنان در آب که میخواییم مکرونی رو جوش بتیم نمک هم اضافه میکنیم. خوبی رو مخلوط میکنیم تا که در آب خوب حل شوه. یک بار مزه‌ها رو می‌بینیم، بسیار مزه‌دار شده، یک دم بسیار خوب می‌تیشه، اما شور نشده هیچ اصلا. و یک عدد دیگه هم اینجا هست، یک عدد دیگه شما می‌خوایم اضافه کنم و خاطر خوب مزه‌دار بیه و مخلوطش می‌کنیم. آبش باید آبی که مکرونی شما جوش می‌تین نمکش بسیار بندازه باشه، نمکش خوب باشه، به خاطر که در آبی که مکرونی جوش می‌خوره اگه مغزش یک رقم بی‌نمک بیه، خب یکم اگه دوگام نمک ضرورت داره که من یک بسیار کم نمک دوگام اضافه کنم در آبش، بعد از او باز مکرونی رو اضافه میکنیم. در این مقدار نمک کفایت میکنه. حالا ما آبش جوش میخوره و مکرونی رو هم دیگه اضافه میکنم. از یک پاکت مکرونی من خواستم که استفاده کنیم. مکرونی رو هم اضافه میکنیم در آب تا که دیگه جوش بخوره و مخلوطش میسازیم. اما چه در آب مکرونی شما یک دو قاشق سه قاشق بر روغن پرتین، به خاطر که یک خوبی داره روغن که آب از یک صاف میکنین در که دیگه نمیچسبه، بسیار به راحتی و آسانی از یک دیگه جدا میشه و بسیار همونطور شکل تزینیش هم خوبتر میه. کمک روغن هم اضافه کردیم، همین چکن کیوب هم خواستیم اضافه کنیم و همچنان نمک اضافه کردیم. دیگه این سرپوش هم به این شکل میمونه تا که دیگه جوش خورده بره و مکرونی خوب نرم شوه. تا وقتی که مکرونی نرم میشه ما میخواییم مواد دیگه ما را سرخ بکنیم. حرارت روغن روشن میکنم تا که روغن خوب گرم شوه و در شروع بادنجان رومی را میخواییم سرخ کنیم با سیر. از یک مقدار بادنجان رومی و بیشتر خواستم استفاده کنم، به خاطر که بادنجان رومی زیادتر باشه بسیار مزه‌دار میه. بادنجان رومی هم حلقه حلقه ریزه میکنیم، میخواییم بازم تو سرخشم کنیم اما حلقایش خوب نازکتر ریزه کنیم. ببینین به این اندازه. تمام بادنجان رومی نه به این شکل حلقه حلقه ریزه میکنیم. امروز خواستیم مکرونی با پنیر براتون آماده بسازیم. دوستای ما که بر ما از طریق چینل یوتیوب تلو برنامه پخت و پز کامنت مانده بودن، گفته بودن بر ما مکرونی با پنیر آماده کنین، خوب است که برنامه را هم دیده باشن و پیامای شما را از طریق اینستاگرام هم میخواهیم داشته باشم. میتونین که پیامایتون را به ما برسانین و غذایی که شما میخواهین ما براتون حتما و غذا را آماده میکنیم. و همین یک عدد بادنجان رومی دیگرم که ریزه کردیم باز اضافهش میکنم در روغن که سرخ شوه. خب بادنجان رو میرم حلقه حلقه ریزه کردم و حالا تمام حلقه بادنجان رو میرم میخواییم اضافه کنیم بالای روغن. منتظر میباشیم که باز تا اینا تمامش هم سرخ شون. خوب بادنجان رومی رو هم حلقه حلقه ریزه کردیم. منتظر می باشیم بادنجان رومی سرخ شد، سرپوشش هم بالاش میگذاریم. و اما تو من خواستم از مرچ دلمه رنگ استفاده کنم. در مزه و ذائقهش اصلا تفاوت نداره اما صرف در رنگش تفاوت داره، به خاطر شکل تزیینی غذا خیلی خوب است. خود در مورد فواید بادنجان رومی براتون معلومات بدم.
بادنجان رومی منبع از آهن است، به خاطر رف کم خونی ها خیلی موثر است. شما از بادنجان رومی استفاده کنین. کسانی که کمبود آهن دارن، کسانی که کم خون هستن، بیشتر از بادنجان رومی استفاده بکنین. و بادنجان رومی های مکرونی با پنیر که اگر آماده کردین یکم اگه زیاد اضافه کنین، به خاطر که بسیار مزه دار میه. یک بار مکرونی رو میبینم جوش خورده میره دیگه، کایا نرم شده یا خیر. خب هنوز خود اگه نرم نشده، اما مگذاریمش که جوش بخوره. دهی لحظات برنامه هم تا که مکرونی نرم میشه و بادنجان رومی ها سرخ میشه وقفه خیلی کوتاه داریم. سلام و مجدد تمامتان خوش آمدید میگم به ادامه برنامه. خیلی خوش هستم از اینکه با شما هستیم در برنامه. و قبل از وقفه شما دیدین که من مکرونی رو اضافه کردم در آبش تا که جوش بخوره. بادنجان رومی رو هم سرخ کردیم و استا سرخ میشه. القلقه که ریزش کرده بودیم، حالا اینجا سیر است. از سیر خواستیم استفاده کنیم. سیر مزه مکرونی با پنیر بسیار زیاد میسازه. از سیر استفاده کنین. به این اندازه سیر ریزه ریزه میکنم و میخوایم که سیر هم اضافه کنیم. ببینید و این اندازه، اگر بزرگترم ریزش کنین هیچ کدام مشکل نداره. یکم که نمک هم میخواییم بالای بادنجان رومی اضافه کنم. نمک مقدار لازم. دوباره سرپوش هم بالاش میگذاریم. حرارت شما کمتر میسازم. خوب نازک نازک مرچای دلمه رو هم ریزه میکنیم. حالا مرچای دلمه را بالاش اضافه میکنیم. مرچای دلمه رنگ را هم ما اضافه کردم در دیگ و سرپوش بالاش میگذاریم. میگذاریم تا که نام کاملا دیگه سرخ شون و نرم شون. و یکمک از زنجفیل را مخواستم استفاده کنم به خاطر که خود زنجفیل طعم غذا را بسیار خوب میسازه، یک خوشبوی خوب برای غذا میده. به این خاطر خواستیم که زنجفیل هم استفاده بکنیم. یک انداز زنجفیل تازه است. اگر شما دوست داشتین میتونید از زنجفیل تازه استفاده کنین. حالا بسیار با آسانی در بازار پیدا میشه زنجفیل تازه، اما اگر زنجفیل تازه در دسترستون نبود، زنجفیل خشک داشتین، میتونین که اضافه کنین، مشکل نداره. و حالا اینجا یک مقدار زنجفیل است، میخوایم ریزه ریزه کنم. اول پوستش میکنیم باز به این مقدار کفایت میکنه. زنجفیل پوست میکنم و باز دیگر ریزش میکنیم. میخواییم که دیگه اضافهش کنم بالای مرچ و دلمه و اینا که سرخ شون. بسیار یک مکرونی مزدار با پنیر ورقی من خواستم که براتون آماده کنم. و یک نکته را میخواییم متوجه رو بسازم. دوستان اگر بخواین شما با پنیر وطنی رو میره آماده کردن میتونین، مشکل نداره. زنجفیل هم ریزه ریزه میکنیم. زنجفیل هم اضافه میکنیم و باید حرارت شکم کمتر بسازیم که موادای ما نسوزه. و یک بار استاستا مخلوطش میکنیم. ببینید تا که بادنجان رومی ها با مساله جات و مرچ و دلمه و اینا کاملا دیگه بادنجان رومی ها خوش سرخ شدن. و مرچ دلمه هم که دیگه سرخ شد، مساله جاتم بالاش اضافه کردیم. باز حرارتش خاموش میکنیم. دوباره سرپوش هم بالاش میگذاریم. و ظرف که ضرورتم نداریم از بالای میز دورشون میکنیم تا اینکه بتونیم دیگه کارهای خود خیلی خوبتر انجام بدیم. یک بار مکرونی رو میبینم. اگر دانهاش نرم شده بود، باز ما میخواییم که مکرونی رو هم دیگه آبش رو صاف کنیم. خب یک چند دقیقه دیگه هم که بگذاریم جوش بخوره کاملا آبش البته صاف میکنیم. باز میخواییم که مکرونی رو هم دم بتیم. مکرونی رو دمیده که بزرگ دم میتم. میخواییم که موادایی که سرخ کردیم دیگه کاملا سرخ شده. باز من حرارتش خاموش کنم و این موادای ما بادنجان رومی مرچ دلمه و ترکاری هایی که خواستیم سرخ کنیم دیگه کاملا تمامش سرخ شده. من حرارتش دیگه خاموش میکنم و مکرونی رو هم ببینیم که نرم شده. دانه‌هاش دیگه میخواییم آبش صاف کنیم. حرارت آب مکرونی رو یک چند دقیقه خاموش میکنم.
و میخواییم آب و مکرونی را صاف کنیم. خب یک چلو صاف هم ضرورت داریم که اینجا میمانم و مکرونی را دیگه آب شده و صاف میکنم و میخواییم که باز دمش بدیم. آب مکرونی را هم صاف کردیم و دمی دیگ میخواییم که مکرونی را دم بدیم. خب یکمک تا وقتی که آب مکرونی خوب میریزه در شروع در دیگ از امی قرمه که با بادنجان رومی و مرچ و دلمه و اینا آماده ساختیم اضافه میکنیم. باز لا بلا پنیر اضافه میکنیم. بعد از او باز مکرونی را لا بلا بالاش اضافه میکنم. یک لا البته از بادنجان رومی و مرچ و دلمه اینا اضافه کردم و پنیر را میخواییم اضافه کنیم بالاش. بسیار آسان ساده شما میتونین که را آماده بکنیم. ببینیم پنیر هم در قسمتش لا بلا مگذاریم. بسیار خوشمزه میایه و خود پنیر برقی بسیار طعمش خوب میسازه. اگر خواستین میتونین که شما از پنیر وطنی هم استفاده کنین. ما به همین شکل دیگه لا بلا پنیر از قرمه و مکرونی رو اضافه میکنم. ما میخواییم که یک 7 دقیقه یا 6 دقیقه واره ای رو خوب دم بتم. وقتی که کاملا دم گرفت یک وقفه بسیار کوتاه میگیریم تا وقت مکرونی هم دیگه دم میگیره. زود برمیگردیم. سلام و عرض ادب خدمت تمام شما خوبایی که با ما هستین. تمامتون خوش آمدید میگم دوباره در برنامه. قسمی که براتون در قبل از وقفه گفتم من لابلا البته بادنجان رومی مرچ دلمه و اینا را سرخ کرده بودم اضافه کردم، پنیر اضافه کردم و لابلا مکرونی بالاش اضافه کردم. به مو شکل تمامش لابلا اضافه کردیم و گذاشتیم تا خوب دم بگیره. یک بار خوب است که سرپوشش دور کنم تا اینکه شما تصویرش رو ببینین. میبینین که چقدر رنگ رخ مقبول و زیبا را به خود گرفته. یک مکرونی با پنیر بسیار مزه‌دار امروز من خواستم براتون آماده کنم. اما اینو تزیین نمیکنیم، صرف یک چند دقیقه دیگه میگذارم. شما سرپوشش بالاش میگذاریم و حرارت شما خاموش کرده بودم. دوباره یک چند حرارت روشن میکنیم تا اینکه یکم دیگه خوب گرمتر شود. بعد از باز میخوایم در ظرف تزیینش بکنیم براتون. و اگر نتونستین امروز مکمل برنامه ما رو تماشا کنین میتونین از طریق چنل یوتیوب تلو برنامه پخت باز برنامه ما رو بیننده باشین و غذایی که ما براتون آماده میسازیم شما میتونین که او غذا رو هم آماده بکنین و شما میتونین بر ما کامنت هایتون ارسال کنین. غذایی که شما دوست دارین نامش بر ما در کامنت ارسال کنین، ما براتون حتما او غذا رو آماده میسازیم. و از طریق اینستاگرام هم میتونین خیلی کوتاه برنامه ما رو ببینین و پیامایتون هم برای ما بگذارین. ما منتظر نظریات و انتقادات پیشنهاداتتان هستیم. بخاطر هرچی بهبود برنامه خودتان و همچنان غذایی که شما میخواین ما براتون حتما و غذا رو هم آماده میسازیم. حالا استا میخواییم مکرونی رو هم دیگه تزیین بکنیم و صرف خواستم با برگای گشنیزی رو تزیین کنم. با مواد دیگه نخواستیم که تزیینش بکنیم. خب و حالا ببینیم که پنیرش دیگه کاملا که دم گرفته پنیرش آب شده. ببینیم این پنیرش کاملا آب شده و بسیار یک طعم خوبه گرفته، ذائقه بسیار خوبه گرفته. حتما یک بار این مکرونی را آماده بسازین و ایره من آماده ساختم با پنیر ورقی. شما اگر دوست داشتین میتونین از پنیر وطنی هم استفاده کنین، هیچ کدام مشکلی ندارم. و میبینین که دوابش که کمک شما روغن اضافه کنین چقدر مکرونی ها آسانتر خوبتر از یک دیگه جدا میشن. خب به این مقدار تزینش کردیم و یک چند برگ از گشنیز هم میخواییم که بخاطر تزینش استفاده کنیم. چون ما دهی پنیر اضافه کردیم دهی مکرونی نخواستم که با چکه و یا با ماست ایره تزین بکنیم. و دوستای ما بسیار زیاد خواهش کرده بودن، گفته بودن بر ما شما یک روز کچری ایراتی آماده کنین که حتما ما براتون آماده خواهد ساختم. یک روز در برنامه بعدی منتظر باشین، غذایی که شما بر ما میگین ما حتما اون غذا را براتون آماده میکنیم. برنامه بعدی حتما ما این غذا را میخوایم براتون آماده کنم با گوشت لاندی. اگر کچری آماده شوه بسیار مزه‌دار میه که براتون آماده میسازم. و اگر برنامه ما را خیلی کوتاه مثلا طرز پخت غذایی را که ما هم آماده میسازیم شما میتونین خیلی کوتاه در اینستاگرام ببینین
و ما کوشش میکنیم که بسیار غذای ساده براتون آماده کنیم، از مواد بسیار ساده استفاده کنیم که در خانه هم ما و شما هست و هم ما و شما میتونیم که آماده بسازیم. بعض دوستان که برنامه رو میبینن میگن او خودت قدر مواد اضافه میکنی یا غذا آماده میکنی، ما نمیتونیم اینا در خانه آماده کنم. مگر نه، بسیار ساده است. ببینید مکرونی با پنیر که ما آماده کردیم، مکرونیش هست در خانه، ما شما پخته میکنیم. بادمجان رومیش هست، شاید مرچ دلمه باشه، مرچ تازه و سیر و اینا موادایی است که همه روز ما شما در پخت پز استفاده میکنیم. روغن که هست، برگای گشنیز هم همیشه ترکاری تازه در خانه خریداری میکنیم روزانه. یک اگر پنیرش نباشه شما برین پنیرش از بازار خریداری کنید، یک مکرونی بسیار مزه‌دار میتونید به یک شیوه بسیار مختلف آماده کنید. نزی که همیشه همون مکرونی را به یک سال آماده میسازین در خانه، بیاین یکم که تغییرش بدیم، به این شکل پنیر دایش اضافه بکنیم. از پنیر وطنی هم اگر استفاده کردین، یکم که پنیر در روغن سرخ کنین، خرد خرد ریزه کنینش، بعد از اون میتونین که دیگه مکرونی اضافهش بکنین. آخرین دقایق برنامه است. من ناگزیر هستم از حضورتان مرخص شوم و خداحافظی بکنیم تا یکی دیگر از برنامه های پخت و پز و دستور غذای دیگر که ما خدمت شما قرار میگیرم. میخوایم که یک غذای خوشمزه دیگر براتون آماده بسازم تا اینکه شما طرز پختنش یاد بگیرین. وقت خوب و خوش براتون میخوایم. بقیه روز و شبتان بخیر باشه. خداوند یار نگهدار هم ما و شما.